هر کسی که به روستاهای آیونیا سفر کند، داستان دستگیری شیطان طلایی را خواهد شنید. هنوز هم در اشعار حماسی و نمایشنامه‌های آیونیایی تبعید این روح شرور جشن گرفته می‌شود. اما در دل هر افسانه‌ای قسمتی از حقیقت نهفته است و واقعیت ماجرای شیطان طلایی بسیار متفاوت از داستان خیالی اوست. سالهای متوالی قسمت کوهستانی جنوب آیونیا با این موجود خبیث درگیر بود. در سرتاسر استان ژیون و حتی شونجان و گالرین یک هیولا تعداد زیادی مسافر و گاه روستاهای کامل را سلاخی کرد و گاه منظره‌ای پیچ خورده از اجساد را از خود باقی می‌گذاشت. شبه نظامیان مسلح جنگل‌ها را جستجو می‌کردند. شهرها شکارچیان شیاطین را استخدام می کردند. اربابان وجود در جاده ها گشت می زدند. اما هیچ چیز مانع از کار وحشتناک موجود نمی شد. در ناامیدی شورای ژیون فرستاده ای را فرستاد تا از استاد بزرگ کوشو از فرقه کینکو درخواست کمک کند. کوشو که موظف به حفظ تعادل بین قلمرو ارواح و قلمرو مادی بود، در مهار شیاطین شهره بود. کوشو پسر نوجوانش شن و شاگرد جوانش زد مخفیانه آنجا را ترک کردند تا مبادا موجود هیلگر از قصد آنها آگاه شود. آنها به آن منطقه سفر کردند. آنها به محل قتل خانواده‌های بیشماری که متلاشی شده بودند مراجعه نظارت کردند و صحنه‌های جنایت وحشتناک را تشریح کردند و به دنبال ارتباط بین قتل‌ها بودند. به زودی کوشو متوجه شد که آنها تنها کسانی نیستند که می‌خواهند این قاتل را شکار کنند. او به این نتیجه رسیده بود که این قتل‌ها کار چیزی فراتر از شیطان است. 4 سال گذشت و شیطان طلایی دور از دسترس آنها باقی ماند و تحقیقات طولانی باعث شد این 3 مرد تغییر کنند. یال قرمز معروف کوشو سفید شد. شن که به شوخ طبعیش معروف بود مغموم شد. و زد درخشان ترین ستاره معبد کوشو شروع به مبارزه با مطالعات خود کرد. تقریبا انگار آن شیطان می دانست که در جستجوی او هستند و از عذابی که در اثر شکست آنها برایشان به وجود آورده بود لذت می برد. پس از یافتن الگویی برای قتل‌ها از استاد بزرگ نقل می شود که می گوید خیر و شر حقیقت نیستند. آنها از بشر زاده شدند و هر کدام موجودیت‌ها را متفاوت می بینند. کوشو به دنبال این بود که تحقیقات را کنار بگذارد. اکنون معتقد بود که آنها به دنبال یک شیطان نیستند، بلکه به دنبال یک انسان شرور یا واستایا هستند که دارد آنها را فراتر از قدرت کینگو میبرد. شن و زد که حاضر نبودند پس از تمام فداکاری هایی که برای رسیدن به قاتل در دسترس داشتند به عقب برگردند، او را متقاعد کردند که به شکار ادامه دهد. در آستانه جشنواره شکوفه روح در گذرگاه جیوم، کوشو خود را به عنوان یک خوشنویس مشهور مبدل کرد تا با دیگر هنرمندان مهمان ترکیب شود. سپس منتظر ماند. شن و زد تله‌ای درست کردند و در نهایت با حریف منفور خود روبرو شدند. حق با کوشو بود و نظریه او ثابت شد. شیطان طلایی مشهور صرفاً یک سیاه لشکر در تئاترهای سیار و خانه‌های اپرای ژیون بود که با نام خادا جین کار می‌کرد. بعد از آن که جین را گرفتند، زد جوان می‌خواست آن قاتل را بکشد، اما کوشو جلوی او را گرفت. او به دانش آموزانش یادآوری کرد که آنها قبلاً باورهای خود را در این راه شکستند و کشتن جین فقط اوضاع را بدتر می‌کند. کوشو نگران بود که آگاهی از انسانیت جین، نظم و اعتمادی را که فرهنگ آیونیایی تعریف می کرد تضعیف کند یا حتی دیگران را به ارتکاب جنایات مشابه تشویق کند. با وجود اقدامات جین، استاد اعظم تصمیم گرفت قاتل را زنده گرفته و در زندان سومه در تولا حبس کند. شن مخالفت کرد اما تسلیم منطق بی احساس و قضاوت پدرش شد. زد که از وحشتی که قاتل آفریده بود آشفته و تسخیر شده بود،
نمیتوانست این لطافت را درک کند یا بپذیرد و گفته میشود کینه و قساوت در دل او جوانه زد. جین که در تولا زندانی شده بود اسرار خود را حفظ کرد و با گذشت سالها تنها کمی از خودش را فاش کرد. راهبانی که از او محافظت میکردند خاطر نشان شدند که او هنرجوی باهوشی بود که در بسیاری از موضوعات از جمله آهنگری، شعر و رقص سرآمد بود. صرف نظر از اینها، آنها نتوانستند چیزی برای درمان او از شیفتگی‌های بیمارگونه‌اش به کشتار پیدا کنند. در همین حال، خارج از دیوارهای صومعه، آیونیا با تهاجم امپراتوری ناکسیون دچار آشوب شد و جنگ اشتهای ملت آرام را برای خونریزی بیدار کرد. جین مدتی پس از جنگ ناکسوس از زندان تولا آزاد شد و احتمالاً این کار توسط یکی از فرقه های خشونت طلبی که برای قدرت بر سر سرزمین های اولین در نزدیکی پایان درگیری رقابت می کردند مورد استفاده قرار گرفت. او اکنون به سلاح های جدید اسلحه خانه های کاشوری دسترسی دارد، اما اینکه چگونه به چنین ابزارهای مخربی دست یافته و چه ارتباطی با کاشوری ها دارد هنوز یک راز است. حامیان پنهان او هر کس که باشند قطعا آنها بودجه نامحدودی در اختیار جین قرار دادند و به نظر می رسد که نگران وسعت روبه رشد اعمال او نیستند. اخیراً او به یکی از اعضای فرقه یانلی که وابسته به زده است حمله کرد و قتل‌ها و ترورهای دست جمعی با امضای نمایش توسط او نه تنها در بسیاری از مناطق آیونیا بلکه در پیلتوور و زاون نیز رخ داده است. به نظر می رسد که سرتاسر رونترا ممکن است فقط بومی نقاشی باشد برای قساوتی که هنر خداجین است و فقط او می داند که ضربه قلم بعدی کجا اصابت می کند.